سلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المرتضى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك ونبيك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه شما عزیزان بیشتر محتاج و نیازمندم، همه را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوا آثار و برکات زیادی در زندگی انسان دارد. یکی از برکات تقوا برای انسان این است که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، انسان را از همه معبرها، از همه درها، از همه راهها به سلامت عبور می دهد و به باب نجات و سعادت می رساند. تدافعت الابواب الى باب السلامه. لذا ایجاب می کند عقل و منطق و آینده نگری انسان در لحظه لحظه زندگی به تقوا توجه داشته باشد. امید است که هممان به این نکته و به این سفارش خداوند انبیا و اولیای الهی توجه کامل داشته باشیم. بحث خطبه اولمان جایگاه عقل یا قواعد اسلام که یکیش خرد بود با نکات در این هفته هم پی میگیریم. در خطبه دوم دو سه تا موضوع از موضوعات مربوط به جامعه و روز و مردم و مختصر صحبتی در ارتباط با ایام اربعین و دهه آخر ماه صفر که مناسبت تاریخی و اسلامی هم هست و در این حال یک جریان زنده و پویا و در حقیقت
روشنی بخش و زیبا و دلبر هم می باشد. حرکات را که دوستداران خط و مسیر سید الشهدا این روزها در جهان به نمایش می گذارند، در ارتباط با اربعین هم دنیا را به تعجب واداشته و هم زمینه های عزت و سربلندی و اقتدار باورمندان به این عقیده را فراهم کرده. روایت را که به عنوان محور بحث خطبه اول عرض کرده بودیم از آقا امیرالمومنین بود، فرمودن قواعد الاسلام سبعه. قواعد یعنی ستونها، پایه ها، اساس، به تعبیر معروف پایه. پایه های اسلام هفت است، سبعتون هفت چیزه. یکیش خرد که حضرت فرمودن نخستین پایه اسلام است. اسلام حکم ندارد که خلاف عقل باشد، خلاف خرد باشد. فاولها العقل و علیه بنی الصبر. انسان عاقل که اسلام یکی از پایه‌هاش خرد است، در مقابل حوادث، سختی‌ها، مشکلات صبر می‌کند. شما می‌دانید همه انبیا صبور بودند. خدا به پیغمبر فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، صبر کن همون گونه که انبیای اولو العزم صبر کردن. اگر بخوایم به جایی برسیم، کشوری را آباد کنیم، خانه را آباد کنیم، انسان را تربیت کنیم، یکی از بهترین راهاش صبر است. دومین پایه اسلام راستگویی بود. سومین پایه اسلام تلاوت قرآن آنگونه که هست. اینا خیلی امروز نیاز ما هست، خیلی جا قرآن خوانده میشه، اما قرآن برخلاف اون جهت و اون هدفی که نازل شده، تلاوت القرآن علی جهته. گاهی انسان مشاهده میکنه قرآن در مسیر خلافش خوانده میشه. در شام در اون لحظاتی که زین العابدین پای منبر بود، اسیر بود، سخنران و خطیب خیلی آیه خوان، اما آیه ها و تلاوت ها برخلاف جهت بود. زین العابدین علیه السلام با پیرمردی که هم صحبت شد، او خدا رو سپاسگزاری کرد، فرمود قرآن خواندی؟ او گفت بله، کارم قرآن خواندن است. حضرت چهار تا آیه را مطرح کرد در یه فضای بسیار ضیق. این آیه ها را من در هفته‌های گذشته خواندم، از جمله آیه تطهیره. اون مرد که سالها قرآن می‌خوان عوض شد، عرضه داشت حلی من توبه، آیا من راه بازگشت دارم؟ امروز جامعه اسلامی نیاز به یک بینش عمیق و یک خرد کامل و یک فهم استوار دارد که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه می شود. در یکی از پایه های اسلام این عبارت آمده است: والخامسه حق و آل محمد. و معرفت و ولایتهم. امروز خیلی کوتاه در این بخش عرض دارم. شناخت ولایت خاندان پیامبر و رعایت حقوق آنان. دو بخش داره این پایه: شناخت ولایت خاندان پیامبر و رعایت حقوق آنان. ما هم باید از خاندان پیامبر، از اهل بیت شناخت داشته باشیم و هم رعایت کنیم این شناخت را، این حق را که از
این مسیر به گردن ما می آید و این برکات را که از این راه ما به دست می آوریم هم شناختنی است و هم ادا کردنی است. یکی از کسانی که ما به او معتقدیم به لطف خداوند وجود مبارک آقا و مولای ما صاحب الزمان است. در روایات پیامبر عباراتی در معرفی این بزرگوار دارند که هیچ موضوعی به این عمق و به این شدت و به این دقت مطرح نشده. پیامبر وقت وجود مبارک آخرین امام، آخرین حجت خدا، ذخیره خدا را معرفی میکنه، میفرماید کسی که مهدی را انکار کند جمیع ما انزل الله را انکار کرده. این عمق عظمت را بیان میکنه. پیامبر فرمودن مهدی طاووس بهشتیان است، المهدی طاووس و اهل الجنه. در خطابه غدیر یک فراز را اختصاص میدهد به این بزرگوار. در کلمات معصومین آمده یک چشم به هم زدن نباشد دنیا اهل خودش را، زمین اهل خودش را فرو می کشد، زمین بر ساکنان زمین خشم می کند. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. یکی از پایه های اسلام شناخت ولایت این هاست. ما باید بشناسیم نه تنها ما، بشریت، انسانیت، و در قبال این شناخت ما وظیفه داریم. سوره است در قرآن، شما بیتر و بیشتر آشنا هستین، سوره مبارکه اعراف، هفتمین سوره قرآن، جزو سوره های طولانی قرآن است، 206 آیه دارد. دو بار در این سوره عبارت اعراف آمده. در این سوره از پیامبران الهی یاد می شود، تعداد از انبیا در این سوره نامشان برده می شود، حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام، بعد حضرت نوح. در ادامه برنامه و زحمات و اهداف حضرت نوح، یکی از مطالبی را که خدا مطرح می کند این است که حضرت نوح اون همه زحمت کشید، مردم گفتن انا لنراک فی سفاهت، ما میبینیم تو خیلی هوش نداری، خیلی مثلا فهم نداری، گویا خوب رو از بد تشخیص نمیدی. انا لنراک فی سفاهت. سفاهت یعنی این که انسان نفع و ضررش فرق نکنه. خدا از قول نو نقل میکنه که نه، من فرستاده خدا هستم، من خیرخواه شما هستم. بعد حضرت شعیب مطرح میکنه، انبیای دیگر مطرح میکنه، در پایان هر معرفی یکی از موضوعات را که مطرح میکند این است که انبیا دلسوز بودن. لذا همون گونه که اعتقاد به انبیا از پایه های اسلام است، به مثابه انبیا در ادامه حرکت انبیا، اهل بیت پیغمبر علیهم السلام خیرخواه‌ترین انسان ها هستند. یعنی شما در عالم امروز و در حیات اهل بیت علیهم السلام، امامان معصوم، انسان را پیدا نمی کنین که از نظر خیرخواهی برای جامعه بشری در این حد باشد. هر امام را شما سراغش برین، تاریخش را بخوانین، کسی به پای خیرخواهی اینا نمی رسه.
عقل ایجاب میکنه، عقل حکم میکنه. انسان هر کسی را که خیرخواهی او است اطاعت کند، قبول کند، طرحش را بپذیرد، مسیری را که معرفی میکند برود. در دعای که معروف است به دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، و از متن این دعا انسان میفهمه و متوجه میشه که این دعا از وجود مبارک آغاست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. در فراز 13 این دعا حضرت از خدا میخواهد و تفضل علی علمائنا بالزهد و النصیحه، خدایا به دانشمندان ما، به علمای ما لطف کن، تفضل کن تا زندگی با زهد داشته باشند و خیرخواه جامعه باشند. باید این خیرخواهی به مردم عملا نشان داده شود. مردم خیرخواهی را در بیان، در موضع گیری، در صحبت، در عمل و در مدیریت جامعه حس کنند. عالم و کسی که از اسلام و از آدرس دین حرف میزند، خیرخواهی را باید عملا به مردم نشان بدهد. جامعه ای که گرفتار فقر است، گرفتار ناامنی است، گرفتار بحران است، دشمنی ها روز به روز بیشتر می شود، دوری ها و فاصله ها زیادتر می شود، آیا این بیان خدا و پیغمبر و انبیای الهی قابل خدشه است، یا ما در مسیر حرکتمان مشکل داریم، ضعف داریم؟ یقینا دومی است، قطعا دومی است. چرا ما در سایر کشورها، در سایر نقاط این ضعف را نمی بینیم؟ اگر می بینیم کمتر است. لذا فرمودن یکی از پایه های اسلام شناخت ولایت اهل بیت علیهم السلام و در ادامه شناخت رعایت حقوق آنان است. اینی که یکی از پایه‌های اسلام تلاوت قرآن علی جهته است، شناخت ولایت اهل بیت و رعایت حقوق آنان است، این با فرهنگ خرد جهانی قابل درک است. یقین داشته باشین اگر دنیا سخنان اهل بیت، به تعبیر روایت زیبایی‌های این بیان را بفهمن، همه دلداده اهل بیت و همه در مسیر اهل بیت قرار می‌گیرن. متأسفانه از آغاز این حرکت این دشمنی‌ها بوده و تا امروز هم ادامه دارد. جالب است بدانین همه حرکت های کفر و کسانی که با اسلام ستیزه دارن و متاسفانه مسلمان ها به این موضوعات اساسی توجه ندارن، در مقابله با این حرکت است. در هفته گذشته در کشور فرانسه یک نشریه‌ای که تاریخ اسلام را در یکی از بخش‌های این نشریه پخش می‌کرد و منتشر می‌کرد، فقط به جرم نشر تاریخ اسلام این نشریه تعطیل شد. در کشوری که دموکراسی و آزادی بیان حرف اولش است، شعار اولش است، سیاستمداران فرانسوی به خاطر نزدیک شدن به انتخابات، چون انتخابات در راه است، و به خاطر مبارزه هدفمند علیه سازمان‌های اسلامی
یک نشریه ای را تعطیل کردن. وزیر کشور فرانسه اعلان کرد یکی از نشریات اسلامی به اتهام فروش و در اختیار گذاشتن کتابهایی که تاریخ اسلام را معرفی میکرد، این نشریه مسدود شد. اونم نه همه این نشریه، یک ستونی از این نشریه، یک بخشی از این نشریه تاریخ اسلام معرفی میکرد. آمدن گفتن این نشریه حق کار نداره، باید محدود بشه، باید تعطیل بشه. چرا؟ چون تاریخ اسلام را داره معرفی میکنه. بعد میدونین چی میگه؟ میگه تاریخ اسلام یعنی تاریخ ترور، تاریخ خشونت، تاریخ آدم کشی. اسلامی که همه برنامه هاش بر اساس عقل است، امروز از اسلام چهره معرفی شده که تاریخ او را تاریخ ترور می دانند، تاریخ او را تاریخ انتحار و انفجار، وحشت و دهشت می دانند. بر ماست که در برخوردمان، در تحلیلمان، در قرآن خواندنمان، در تبلیغمان، در موضع گیری هامان، در اداره کشور و در اداره زندگیمان به این حقیقت ها توجه بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه در روایاتمان به حج فقرا معرفی شده و به عبارت سعی یعنی تلاش جهت حضور در این مراسم یاد شده. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، و تلاش برای حضور در این ذکر، این ذکر دست جمعی و عظیم حضور پیدا کنین. مسئولیت ها و وظایف خطیر و حساسی هم به عهده دارد. یکی از موضوعاتی که ایجاب میکنه مطرح کنیم، مسئله که این روزا شاهدیم، مکاتب بروی فرزندان و پسران و نسل ذکور باز شده و با همه فراز و فرود و مشکلاتی که هست درب مکتب ها باز است. فرزندان پسر ما شرکت میکنن، معلم ها حضور دارن، اما برای دختران تا صنف 6
برنامه است، از صنوف 6 بالاتر البته در مکاتب دولتی شرکت نمیشه و هنوز شرایط آماده نیست. خب این یک برنامه است که امروز ما شاهدش هستیم، اما اینه که این برنامه اصلی است، طبق صحبت هایی که شنیدیم و گزارش شده، نه قرار بر این است که زمینه فراهم شود، شرایط فراهم شود، همه دانش آموزان ولو دخترها در مکتب با شروط و شرایطی که امارت اسلامی تحریک طالبان دارن شرکت کنن. این یک خبری است و یک گزارش است که همه شما میدانین. اما نکاتی را که من لازم میدونم در نماز جمعه مطرح کنم چند نکته است. نکته اول، نخست وزیر پاکستان یک صحبت را مطرح کرد و این ایجاب میکنه که مسئولین امارت و تحریک طالبان به این نکته دقت کنند. گفت که محرومیت دختران افغان از تحصیل یک اقدام غیر اسلامی بوده و هیچ ربط به دین نداره. این حرف است که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان صحبت کرد. امروز همه چیز روی سند است. در توییتش این مطلب نوشت و در مصاحبه ای که با خبرنگاران بی بی سی داشت گفت که هیچ ربط به دین نداره و برخلاف اسلام است. این تفکر که زنان نباید تحصیل کنند غیر اسلامی است و هیچ ربط به دین ندارد. در این حال ابراز امیدواری کرد که طالبان به زودی به دختران اجازه رفتن به مدرسه ها را خواهند داد. ما خواهش من از امارت، خواهش من از تحریک طالبان این است که اینقدر قضایا را بغرنج نکنند که نخست وزیر یک کشور اونم با ریش تراشیده. ما به کسی توهین نمی کنیم. بیایه حرکت شما را خلاف دین بدانه، بگه ربط به اسلام نداره. چرا اینقدر ما باید در مدیریت ما بیتوجه باشیم؟ باید متوجه بعضی از تبلیغات ها باشیم. اگر شما واقعا دنبال این که بایدم باشین دخترها مکتب برون، ما هم طرفدار اینیم که محیط سالم باشه، محرم و نامحرم رعایت شوه. ما هم طرفدار اینیم و عملا این کار رو کردیم و خواهیم کرد که مدرس و استاد دختر خانم ها باشه. باید دختران ما تحصیل کنن، به جایگاه های بالای علمی برسن که بتوانن صنفای بالا را استاد شون، تدریس کنن و حتی در دانشگاه قدرت تدریس داشته باشن. این چیزی بدی نیست، این خوبه، اما برنامه لازم داره. این با این شعار که ما داریم میشنویم جور در نمیایه که یک آدم این گونه صحبت بکنه. یعنی اون چیزی که در افغانستان داره صورت میگیره، یکی از مصادیقش مسئله اجازه ندادن به تحصیل دختران است، این با دین اسلام در تضاد است. اگرچه سخنگوی تحریک طالبان ادعای این که دختران از رفتن به مدارس متوسطه منع خواهد شد را رد کرد و گفت پسران دوره متوسطه اکنون می توانند به مدرسه بروند و در کنار سایر تلاش ها اقدامات در دست است تا سیستم حمل و نقل ویژه
حمل و نقل ویژه برای دختران مدارس فراهم شود تا آنان بتوانند در فضای امن به مدرسه روند. من همینجا عرض بکنم اکثر دانش آموزای ما با حمل و نقل مکتب نمیرن، تعداد کمی از دخترای ما هستند که با وسیله نقلیه میره، 80% این مظلومین با پای پیاده میرن. بیاییم منصفانه، امروز مردم همه قضایا را متوجه هم. اگر دولت قبلی صدها مشکل داشت گرفتار فساد و خودخواهی ها و رشوه و امثال اون بود و تحت نگاه و نظر مردم بود، دولت فعلی، حاکمیت فعلی یک ویژگی دیگه ای دارد که به نام دین است. اینجا تمرکز بیشتره، هر حرکت انجام می شود از آدرس دین است، در حالی که اسلام این گونه نیست که فقط علم را مخصوص مردها بداند. خدا به پیغمبر موضوعات مهم را میگوید بگو. یکی از جاهایی که خدا به پیغمبر فرمود بگو در سوره مبارکه زمر، قل، پیغمبر ما بگو، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. پیغمبر بگو آیا آنان که میدانن با آنهایی که نمیدانن برابرن؟ یعنی اونی که میدانه با آنی که نمیدانه برابر نیست. تنها خردمندان پند میپذیرن. یک خانم بی سواد که با نوشتن و خواندن و با درس سر و کار نداره، این برای مادری به مراتب ضعیفتر است از اون مادری که میدانه و میفهمه. اما مسئله دینداری، حجاب، اینها محفوظ است. پیامبر فرمودن طلب العلم، تحصیل دانش فریضتون، فرض است، واجب است، علی کل مسلم و مسلمه، بر هر مسلمانی واجب است. بعد فرمود با علم است که خدا عبادت می شود و پرستش می شود، با دانش است که پیوندهای خیشاوندی برقرار می ماند. شما هر جامعه و هر جمعه را که ببینین گرفتار جهل و نادانی است، دشمنی ها بین اینها زیاد است، فاصله ها بیشتر است. هرچی یک جامعه دانشمند مؤدب باشد، روابط خانوادگی، انسانی، اجتماعی و مراتب سنگینتر و وزینتر و سامان یافته‌تر است. با دانش است که روا از ناروا باز شناخته شود. دانش پیشوای عمل است و عمل پیرو آن است. انسان بر اساس علمش حرکت می کند. نمی شود ما نیمی از مردم جامعه را از چنین فرصتی و از چنین وسیله‌ای برای آرامش و آسایش و روشنی و بیداری و بصیرت محروم بکنیم. اما مسئله حجاب، مسئله عدم اختلاط بین محرم و نامحرم، این یک قضیه است مسلم ما طرفدارشیم و بارها حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد. مسئله حیا و حجاب مخصوص زنها نیست، باید مردان هم با حیا باشند، در گفتارشان حیا باید حس شود، در نگاهشان باید حیا حس شود، در صحبتشان حیا حس شود، در اجرای احکام اسلامی حیا باید حس شود. اینطور نیست که حیا فقط مخصوص زن باشد،
اگرچه لازمه ی حیا پوشش و حجاب کامل است. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل ازواجک و بناتک، به همسرانت و به دخترانت و نساء المؤمنین و به زنهای مؤمنین بگو، یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یعزین و کان الله غفور رحیما. سوره مبارکه اعزاب. پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که روسری های بلند خود را برخیش فرو افگنن، حجاب کامل، این برای آن که شناخته شوند. یک دختر با حجاب، یک زن با حجاب وقتی با لباس محجب و لباس سنگین در جامعه حضور پیدا می کند، در مکتب، در دانشگاه، خود این حجاب معرف شخصیت اون زن است. معمولا مردان سبک و بی‌پروا سراغ افراد می روند که علامت ضعف در اونها قابل مشاهده است. یکی از ضعف‌ها نبود حجاب است. این مسئله غیر از این است که ما محیط را مسدود کنیم، بیاییم محیط را اصلاح کنیم، محیط را قابل استفاده و امن بسازیم. همه جا باید اصلاحات صورت بگیره. اصلاحات غیر از محرومیت است، غیر از مخالفت است، غیر از جدال به غیر احسن است. آخرین فرازی را که عرض می کنم، در آستانه 40 سید الشهدا قرار داریم. یکی از علامتهای مؤمن زیارت 40 است. خلاصه عرض کنم، اول ماه صفر اهل بیت وارد شام شدند. همون شامی که وقتی از زین العابدین سوال شد کجا بر شما سخت گذشت، سه مرتبه فرمود الشام، الشام، الشام. بعد به آقا گفتن آقا چرا اینقدر از شام به سختی و به دشواری یاد کردین؟ فرمود 7 مصیبت در شام بر ما وارد شد که هیچ جا این مصیبت ها بر ما وارد نشده بود. به تعبیر مولای من در زیارت ناحیه و رفع القناط رأسه، سر ابی عبدالله بالای نیزه شد. اهل بیتشان در غلها و زنجیرها بسته شد، در بین بیابانها و داخل شهرها گردانده شدند. حضرت فرمود 7 مصیبت در شام بر ما وارد شد که در جای دیگه این مصیبت ها نبود. با همه این سختی ها یک هفته اهل بیت در شام بودند، شام را تسخیر کردند، مردم شام را روشن کردند و آگاه کردند. کار به جایی رسید که وقتی تصمیم برگشت گرفتند، برخورد کسانی که در آغاز با اهل بیت اونگونه بود عوض شد. من خیلی فرصت نیست، انشالله دهه آخر، یعنی از شب دوشنبه مراسم دهه آخر ماه صفر شروع میشه. انشالله دوستان منبری و ائمه محترم جماعات مثل دهه اول انشالله مراسم تجلیل کنن. ما خیلی برکات و دستاوردها از این کانال نصیب من شده و خواهد شد. در ادامه مصائب اهل بیت در ماه صفر شهادت حضرت رضا علیه السلام در آخر ماه صفر و شهادت امام مجتبی در 28 صفر، رحلت آقا رسول الله را در 28 ماه صفر داریم. امید است که مجالس دهه آخر ماه صفر جدی و با برنامه و با انشالله اخلاص پیگیری شود. من در ارتباط با 40 یک جمله ای را انشالله عرض میکنم و امسال هم
مثل همه سالها مراسم اربعین، زیارت اربعین در این مکان در روز 28، در روز 20 ماه صفر برنامه ریزی شده و خواهد شد، و انشالله هممان در روز اربعین به عنوان این که ما اگرچه جسممان از کربلا دور است، ما در جمع کسانی که کنار حرم امام حسین علیه السلام حضور پیدا میکنن نیستیم، اما میخواییم از اینجا اعلام کنیم آقا ما در سینه ها من زیارت شما را داریم. ما از کاروان عقب نموندیم، اگرچه جسم من اینجاست اما روح من اونجاست، باور من اونجاست. اینی سلم لمن سالمکم، ما با کسانی که با شما در سازشند، در سازشیم، و حرب لمن حاربکم، هر که با شما در جنگ است ما هم در مقابل اونها هستیم. انشالله این برنامه را خواهیم داشت. امام صادق وقتی از اربعین جدش امام حسین یاد میکنه، جمله عجیبی را حضرت در این دعا و در این زیارت نامه میخوانن، فاعذر فی الدعا، میفرماید جد من امام حسین در دعا کاری کرد که عذر را از همه گرفت، فاعذر فی الدعا و منح نصحه و منح النص، همه دلسوزیشه، همه دلسوزیشه و خیرخواهیشه به کار گرفت و به نمایش گذاشت، و بذل مهجته فی، خون دلش را در راه تو ریخت تا بندگانت را از جهالت و نادانی و از سرگردانی و گمراهی نجات بدهد. حرکت اربعین در همین مسیر است. حرکت اربعین مبارزه با جهل است. در هر نقطه عالم یاد از اربعین می شود. اگر این همه سفارش شده به زیارت اربعین، تشویق شده و اون صحابی بزرگ، شخصیت بزرگ جابر ابن عبدالله انصاری که پیغمبر فرمود تو یکی از فرزندان مرا میبینی شکافنده علم است، امام باقر علیه السلام سلام مرا به او برسان، که چشمهاش نابینا شده بود وقتی مدینه شنید امام حسین به شهادت رسیده، از مدینه از کنار قبر پیغمبر حرکت کرد آمد کربلا، و اون همسفرش که میگفت گامهات آهسته بردار، ممکنه هم دیگر نبینیم، این گامها خیلی ثواب داره، و او گفت من از پیغمبر شنیدم کسانی که همراه با حسین نبودن اما باور دارن، عقیده دارن و هدف ابی عبدالله را قبول دارن، اینها در این حرکت عظیم شریک اجر و پاداشن. او شخصیت از پیغمبر شنیده زیارت امام حسین چقدر ثواب داره، در اولین مرحله خودش رساند به زیارت قبر ابی عبدالله. امید است که این حرکت که عامل همدلی است، عامل وحدت است، عامل بصیرت است، در این حال که در کنار مسجد نورانی سید الشهدا خیلی از زیبایی ها به نمایش گذاشته میشه، چقدر محبت اونجا ما دیدیم و خواهیم دید، چقدر سخاوت، چقدر انسانیت و ادب و کرامت. شما کجای دنیا پیدا میکنین که یک نظامی، یک انسان با رتبه مسافر را نگه می دارد، کفش او را از پایش در می آورد، پاک می کند، با آب پاهای او را می شوید. نمی گوید از کجای عالمی، از کدام کشوری. اینها نمایش همدلی است، نمایش انسانیت است، نمایش از جهانی بودن فرهنگ اهل بیت است.
امیدواریم که همه مجالس ما در این مسیر و در این هدف و در جهت ساختن یک جامعه از همه جهت ویژه همدل، مهربان، هدفمند با خط بطلان کشیدن و روی هرچه که مظهر جهل است، مظهر تعصب است، مظهر دشمنی است، انشالله برنامه ریزی شود. خدایا همه ما را در ثواب زیارت زائرین اربعین سید الشهدا شریک بگردان، اونها را در ثواب برنامه ما در این ایام و در این روز سهیم و شریک بگردان. خدایا سفر همه عزیزانی که در زیارات و در مسیر عبادت و شناخت در حرکتن، مخصوصا زائرین حرم آقا امام حسین، به خطر گردان. به توفیقات خادمین این حرکت و این عظمت بیش از پیش بیفزا، فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان، امنیت کشور ما خدایا کامل تأمین بگردان، دولت ما خدایا، ملت ما در محور قرآن، در روشنی قرآن، در نور قرآن از همه سختی ها، ناملایمات، دلتنگی ها رهایی و خلاصی عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.